جامعیته که جامعه هر شکلی میگیره اینها نقشه خودشون رو تعریف میکنن، همونطور که گفتم سنت رو ابداع میکنن، یک شی یک چیز جدیدی رو به نام سنت تعریف میکنن و خودشون رو پاسدار اون سنت، یعنی سنت 5 سال دیگه 10 سال دیگه یه چیز دیگه است از نظر روحانیت و نقشش هم تغییر میکنه. این هنر روحانیت، اگر روحانیت نمیتونست نقشش رو عوض بکنه و باز تعریف بکنه که دوام نمی آورد. ولی این رو در نظر بگیرید که شاید من یه مقدار به اصطلاح به خاطر اینکه خیلی در به این موضوع مطالعه میکنم شاید نظر من قریب بیاد به نگاه شما، اما به نظر من نیرومندترین شبکه اجتماعی در ایران همچنان شبکه اجتماعی روحانیته. از تمام روستاها، شهرهای دورافتاده اینار شما برید، این شبکه روحانیت به طور سیستماتیک وجود داره. اگر تصور کنیم همین الان حکومت جمهوری اسلامی به هر دلیلی فرو بیفته، این شبکه روحانیت هیچ بدیلی نداره، هیچ بدیلی در جامعه ایران نداره و این چیزی کمی نیست. یعنی تصور نکنیم چون حالا جوانای ما نماز نمیخونن یا خیلی با جمهوری اسلامی بدن پس این روحانیت هیچ قدرت نداره. در نظر بگیرید این ثروت عظیمی که اونجاست، اینا همه پیامد داره، این قدرت، این شبکه مالی، اینا همه پیامد داره و چیزی نیست که شما به راحتی بتونید اون رو نادیده بگیرید. در مورد مداها در حقیقت این هم خودش یک مقوله جدیدی است که خب البته سابقش تو پیش از انقلاب برمیگرده، ولی ما قبلتر از اون داریم چیز مینام مداح نداریم، همون روزخانها با ازا خودشون هم آوازی میخوندن و مستفیض میکردن جمعیت رو، اما به تدریج همون تقسیم وظایفی که با تقسیم کاری که عرض کردم به وجود آمد و پیدایش یک گروه جدیدی مجال داد به نام مداحا. بعد از انقلاب در حقیقت شرایط خیلی متفاوت هست، به دلیل اینکه قبل از انقلاب اگر بخوایم اصطلاح ماکس وبر رو به کار ببریم، مدیریت امور مقدس در جامعه ایران در دست روحانیت بود. این روحانیت بود که همه امور مربوط به امر مقدس رو مدیریت میکرد، از تدفین اموات به خاک سپردن مردگان تا ازدواج، طلاق، نمیدونم رابطه انسانها رو با امر قدسی تنظیم میکرد و مدیریت میکرد. این روحانیت بعد از انقلاب، چون که روحانیت و حکومت یکی میشه، در حقیقت این اقتدار اجتماعی با اقتدار سیاسی متحد و یگانه میشن، مدیریت امور قدسی به دست حکومت میفته و روحانیت یک شعبه ای از شعبه های حکومت میشه، یا به تعبیر آلتوسر میشه در حقیقت به دستگاه ایدئولوژیک حکومت یا مهمترین اپاراتوس ایدئولوژیک حکومت. طبقه جدید مداها رو اینجوری باید فهمید، یعنی اگر جمهوری اسلامی
با ابزارها و مکانیزم‌های متفاوتش از رشد یک گروهی به نام مدعاها حمایت نمی‌کرد، هیچ گروه مدعاها به شکل عادی و به شکل طبیعی به این وضعی که الان می‌بینیم در نمی‌آمدن و اتفاقاً مدعاها تبدیل شدن به یک رقیبی برای روحانیت و روحانیت خیلی عصبانی از این موضوع، ناراحت از این موضوع که یه عده‌ای هستن میتونن بگن امام حسین، سر امام حسین رو همونجور که اینا میبرن ببرن، منتها خب مشتری خیلی بیشتری جذب کنن، محبوبیت بیشتری به دست بیارن و در این حال ثروت بیشتری هم به دست میارن. یعنی پولی که یک مداح میگیره در اینان از پولی که یک سخنران مذهبی، یک واعظ مذهبی میگیره خیلی بیشتره و بوکینگش هم خیلی درد سر داره. بعد یه دو سه سال قبل برای مداحای مشهور بوک کرد. خب این یک رقیبه، اما این رقبا همه از دل جمهوری اسلامی میاد، یعنی همه از دل یک حکومت مذهبی میاد. آقای احمدی نژاد فراورده جمهوری اسلامی است و رقیب روحانیت هم هست. جریان آخر زمانی غیر مذهبی رادیکال به اصطلاح برنامه هسته‌ای که همه اینا به هم پیوند خورده یک پدیده است که محصول جمهوری اسلامی است و در این حال رقیب روحانیت هست. و همین دلیل شما تنش بین آقای احمدی نژاد و روحانیت رو به طور واضح میبینید. اما در این مورد اون نکته که گفتید، روحانیت دولت نیست. اون چیزی که شما میگید اگر دولت بود شاید خیلی معنی پیدا کرد. روحانیت یک نهاد اجتماعی است با یک سری بار خاصی که امروزه پیدا کرده و البته من پرهیز دارم از اینکه اسمش رو نهاد اجتماعی بذارم. بیشتر میشه گفت یک مجموعه اقتصادی، نظامی و سیاسی و مذهبی است. پدیده عجیب الخلقه نادری است در تاریخ ایران و همینطور در تاریخ تشیع. و اینو در نظر بگیریم که روحانیت هیچ موقع دوست نداره که به عنوان یک تاجر شناخته بشه، به عنوان یک کسی که داره یک کار این جهانی انجام میده. بذارید من براتون یک مثالی بزنم که شاید برای رفع خستگی شما هم خوب باشه. یک آقایی بوده در دوره قاجار در زمان ناصرالدین شاه که اونهایی که مطالعات مذهبی دارن حتما اسمش رو خوندن در کتاب‌ها به نام ملا علی کنی. ملا علی کنی یک شخصی بود که به زهد در تهران، یک آخوند بسیار نامدار و محبوب در تهران بود که فوق العاده شهرت داشت به زهد و پارسایی. این آقای ملا علی کنی کاری که میکرد این بود که هر سال روسپیای تهران رو میگرفت و دستور داد اینا رو تهران خواهد اخراج کنن. همه اینا رو میوردن در دروازه تهران خبر میداختن بیرون. حاکم تهران یک مالیاتی میگیره بعد روسپی ها و همه اینا رو یکی یکی اجازه میده دوباره بیان تهران. دوباره سال بعد دوباره همین اتفاق میافتاد و این در حقیقت درآمدی بود که خیلی منصفانه بین حاکم تهران و ملا علی کنی تقسیم میشد. ببینید اما اون تصویر که ملا علی کنی میخواد از خودش به جا بگذاره تصویر زهده. حتی در روایت های تاریخی هست که زمانی که تهران رو قحطی میگیره، قحطی گندم و غلات، ملا علی کنی حاضر نمیشه که درهای انبار غلاتش رو به روی مردم باز بکنه و غلات خودش رو چندین برابر قیمت به مردم قحطی زده تهران میفروشه در دوره که خیلی از آدمها در تهران مردن به خاطر این قحطی. اما تصویری که هست تصویر قدسیه. چرا؟ به دلیل اینکه در شما وقتی وارد بازار میشین هر چی هست مادیه، کالای مادی هست، اما در روحانیت کالای اون یک معنویت به مادیت بدل شده است که فروش میره در حقیقت. یعنی شما با یک پدیده مواجه هستید که دو جنبه رو باید همراه خود همدیگه پیش ببره. اون زهد با اون گرون فروشی، اون زهد با اون مالیات گرفتن از روسپی ها باید قرین باشه. ولی اگر این فقط بخواد از روسپی ها مالیات بگیره که ملا علی کنی نیست، میشه حاکم تهران، چی آدم دیگه. اما وقتی با زهد قرین میشه، میشه یه تجارت خاصی که فقط ملا علی کنی میتونه انجام بده. یعنی اون با اتوریته که از زهد داره روسپی ها رو اخراج میکرد.
اگر اون اتوریتی زهدش رو نداشت، زهد یک کالای نمادین سیمبولیک در حقیقت ولیو هست. این با این زهدی که داره، این اقتدار رو داره که اینا رو از تهران اخراج کنه و از اون طرف میتونه با همین نفوذی که به وسیله شهرت به زهد پیدا میکنه میتونه از حاکم تهران باج بخواد سر این قضیه. اینه که روحانیت پدیده عجیبی میشه. به روحانیت تاجر نیست، روحانیت برای تاجران هست، روحانیت سیاستمدار نیست، برای سیاست هست. روحانیت روحانی سیاستمدار هست و بیش از آن. روحانیت تاجر هست و بیش از آن. روحانیت یک عامل فرهنگی و دهنده ارزش‌ها به جامعه هست و بیش از آن. همیشه اون بیش از آنه که روحانیت رو متفاوت میکنه. شما وقتی تو بازار میریم دیدیم که نوشته get one, get one free. روحانیت همینه، اون get one free شه که موجب میشه شما رو بخریم. اگر نه، اگر همون get one باشه که خب همه اونجا همه مرمی مغازه get one‌ش رو میفروشن. منطقه اون get one free که روحانیت رو همیشه متمایز میکنه از بقیه فروشندگان اجتماعی در. از کارهای مادرینیتون